شکایت کارگران هفت تپه از رژیم آخوندی به سازمان جهانی کار. جان بولتون: رژیم ایران اگر در اراده ما تردید کند، اشتباه احمقانه ای مرتکب خواهد شد. تظاهرکنندگان در سودان: تا خلع قدرت از ارتش به اعتراض ادامه می دهیم. جمعی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه با ارسال نامه‌ای به کمیته آزادی سازمان جهانی کار از بازداشت مدافعان حقوق کارگران در ایران شکایت کردند. کارگران در این نامه با اشاره به این بازداشت و احضار جمعی از کارگران این کارخانه، خواستار ثبت رسمی شکایت خود از رژیم ایران، بررسی آن در تشکیلات بین‌المللی کارگری و کمیته آزادی و همچنین بازخواست و سؤال از رژیم به دلیل این اعمال شدند. جنرال مکنزی، فرماندهی نیروهای آمریکا در خاورمیانه سنتکام، گفت رژیم ایران بعد از آماده سازی هایی که ظاهراً برای حمله به نیروهای آمریکایی در منطقه خلیج فارس کرده بود، عقب نشینی کرده است، اما مطمئن نیستم که آنها استراتژیک عقب بکشند. خبرگزاری آسوشیتد پرس با مخابره این خبر افزود فرماندهی سنتکام همچنان از پتانسیل رژیم ایران برای تجاوز نگران است و درخواست نیروهای افزوده برای تقویت دفاع علیه موشک‌های رژیم ایران یا سایر تسلیحات را منتفی نمی‌داند. وی گفت: من عملاً معتقد نیستم که این تهدید برطرف شده است. معتقدم تهدید بسیار واقعی است. به گزارش سایت نشنال امارات، جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، گفت: ما گام‌های نظامی برداشتیم، نه به خاطر آنکه خواستار جنگ هستیم، بلکه دقیقاً به خاطر آنکه خواستار اجتناب از آن می‌باشیم. ما خواستار ایجاد یک ساختار بازدارندگی هستیم، به گونه ای که رژیم ایران را متقاعد کند دنبال کردن این مسیر برایشان خطرناک است. رژیم ایران اگر در اراده ما تردید کند، اشتباه احمقانه ای مرتکب خواهد شد. در زمان باراک اوباما رژیم ایران احساس می‌کرد ما را در جیب خود دارد، بنابراین از ما نمی‌ترسید. اکنون آنها باید نگران باشند. اگر کاری انجام دهند، بهای آن را خواهند پرداخت. آتش سوزی گسترده که از عصر پنجشنبه در جنگل‌های بهبهان و کوکلویه شروع شده همچنان ادامه دارد. تا کنون بیش از 410 هکتار از جنگل‌ها و مراتع منطقه حفاظت شده خاییز در آتش سوخته و خاکستر شده است. فرمانده یکان حفاظت محیط زیست رژیم صبح امروز اعتراف کرد: همچنان در حال پیگیری اعزام یک هلیکوپتر به منطقه هستیم و در حال حاضر با امکانات اولیه در حال خاموش کردن آتش سوزی می باشیم. سخنگوی وزارت خارجه رژیم نسبت به اظهارات رئیس جمهور فرانسه در دیدار با دونالد ترامپ سوز و گداز کرد و مدعی شد طرح موضوعات فرابرجامی نه تنها کمکی به حفظ برجام نمی کند، بلکه زمینه بی‌اعتمادی را بیشتر فراهم می سازد. امانوئل ماکرون روز گذشته در مورد رژیم ایران گفت: What do we want to do? First, you want to be sure they don't get nuclear weapon. اول می‌خواهیم اطمینان کسب کنیم به سلاح اتمی دست پیدا نمی‌کنند. دوم، ما می‌خواهیم فعالیت‌های بالستیکی رژیم ایران را کاهش بدهیم. سوم، می‌خواهیم رژیم ایران را به لحاظ منطقه‌ای مهار کنیم و چهارم، می‌خواهیم صلح را در منطقه برقرار کنیم. Second, we want to reduce our ballistic activity. And third, we want to contain the regional activity. I mean, these three approaches, these three objectives are important. We have as well a fourth common objective, peace in the region. مخالفان در سودان تاکید کردند تا برکناری شورای نظامی حاکم و آوردن قاتلان تظاهرکنندگان به پیشگاه عدالت به اعتراض خود ادامه می‌دهند. بنابر گزارش‌های منتشر شده در سرکوب این هفته 108 نفر کشته شدند. اتحادیه آفریقا حکم تعلیق سودان از تمام فعالیت‌های آن اتحادیه داده است. اتحادیه آفریقا تمام فعالیت‌های سودان را در آن اتحادیه به حالت تعلیق درآورده است. این تعلیق تا زمانی که ارتش سودان قدرت را به یک تشکیلات غیر نظامی موقت تحویل ندهد ادامه خواهد داشت.